صدا میکنم. درود بر شما جناب بهبهانی بزرگوار و شنوندگان و بینندگان محترم. امروز 25 نوامبر 2019 برابر با 4 آذر ماه 1398 است. دوستان گرامی، امروز مصادف است 25 نوامبر با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان. و میدونیم که در هفته گذشته خونین ترین روزها رو ما در ایران عزیزمون پشت سر گذاشتیم که به اون هم خواهم پرداخت. عرضم به حضورتون که در خصوص خشونت علیه زنان، اعلامیه حذف خشونت علیه زنان که مصوب در حقیقت مجمع عمومی سازمان ملل هستش، طی قطعنامه‌ای که در 20 دسامبر 1993 با عبارت خشونت علیه زنان اساساً اومد اعمالی که موجب خشونت نسبت به زنان میشه رو تعریف و تبیین کرد، به این شکل که آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی یا روانی زنان که به این مراحل منجر بشه یا احتمال میره که با توجه به آسیب رساندن و رنجاندن و اینها منجر بشه، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه مثل اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام میگیره رو در حقیقت تعریف خشونت علیه زنان اطلاق کرد. در موضوع خشونت در خانواده، معمولا زنان و کودکان به عنوان قربانیان اصلی و مردان به عنوان افراد خاطی قید میشن. حتی به موجب آمار جهانی، حدود 90% از قربانیان خشونت خانگی رو زنان و حدود 10% از اونا رو مردان شاملشون میشه. مردان در برخی موارد مورد سوء رفتار زنان واقع میشن، اما بخش عمده خشونت خانگی به ویژه موارد مرگبار و خطرناک اون از طرف مردان علیه زنان و دختران خانواده صورت میگیره که در این باره ما میتونیم به قتل‌های ناموسی اشاره بکنیم. و از طرف دیگر بعضن مردانی که مورد خشونت زنان قرار میگیرن بعد از ترک او با تهدید جانی مواجه نمیشن، اما دوره‌ای که بعد از ترک مرد برای زن به وقوع میپیونده بسیار میتونه خطرناک باشه. اگرچه در ایران هرگز و هیچگاه آمار مشخص و دقیقی در خصوص خشونتی که در خانه بر زنان اعمال میشه منتشر نشده. از طرف دیگر باورهای مرد سالار به نوعی خشونت رو طبیعت مرد میدونه و سعی میکنه که اون رو توجیه کنه. به هر روی خشونت اساساً علیه زنان یک مکان خاصی نداره، میتونه در خانه، خیابان، محل کار و هر جای دیگری انجام بگیره. در بسیاری از کشورها از جمله سوئد مراکزی به نام خانه های امن وجود داره که زن خشونت دیده تا زمانی که خطر تهدیدش میکنه در این خانه ها پناهنده میشه و به ویژه از حمایت های حقوقی و اجتماعی بهره مند میشه. و این در شرایطی هستش که در ایران هنوز چنین خانه ها و یا اماکنی با این ویژگی وجود نداره. از طرف دیگر تأثیری که خشونت به روی زن میگذاره بیشتر از اون که جسم اون رو در حقیقت زخمی بکنه، روح او رو جریحه دار میکنه و به او یک احساس موجود بی اراده و مفعول و منفعل میده.
و ضمن اینکه اینها میتواند جسمی باشد از سویی، اما خشونت در کلام، نادیده انگاشتن خواسته های زنان، تدوین قوانین ضد زن که طی 4 دهه در ایران و توسط قوه مقننه اسلامی صورت گرفته، از ازدواج کودکان زیر سن قانونی 18 سال، تعدد زوجات، سلب حق حضانت از مادر و نگهداری کودکان به ویژه بعد از وقوع طلاق، محروم کردن زنان از گزینش گرایش‌های تحصیلی مورد خواستشون در دانشگاه‌ها، الزام رضایت‌نامه شوهر برای اخذ پاسپورت و سفر به خارج از کشور، انتخاب شغل با رضایت شوهر و صلاح دیده و همه و همه از مصادیق روشن خشونت علیه زنان در ایران هست که امید داریم با تغییر این نظام ضد انسان و به ویژه ضد زن و با استقرار حاکمیت قانون و نظام سکولار دموکراتیک، همه شهروندان ایرانی اهم از زنان و مردان از حقوق حقه خودشون به طور برابر بهره مند بشن. و اما در خصوص هفته‌ای که گذشت، با توجه به آمارهای ارائه شده تقریبی از طرف نهادهای حقوق بشری و اعتراف مقامات مسئول رژیم، افراد بسیار زیادی حدود بین 3500 تا 4000 تن طی اعتراضات سراسری مردمی بعد از اعلام افزایش نرخ 3 برابری بنزین دستگیر و بازداشت شدند که با توجه به سابقه حکومت اسلامی و تهدیدات چند روزه گذشته از طرف ضابطین دادگستری، قوه قضاییه، قوه مجریه، اساساً اینها در خطر جدی مجازات‌های سنگین و سخت قرار دارند. شنبه 2 آذر در حقیقت مرکز اطلاع رسانی ناجا از دستگیری 180 تن از افرادی که اونها رو لیدرهای اصلی اغتشاشات کشور اعلام کرده خبر داده و رئیس قوه قضاییه تهدید کرده که کسانی که در روزهای اخیر از فضا و دغدغه مردم سوء استفاده کرده و اغتشاش و ناامنی رو ایجاد کردن باید بدونن که مجازات سختی در انتظارشون هست. و این گفته آقای رئیسی در واقع این حکایت دوره عصر رنسانس رو متبادر ذهن میکنه که حتی ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدنش در بخش قانون در عصر رنسانس اعلام میکنه که اون زمان وقتی که در حقیقت قانونگذاران و سیاستمداران از برخورد انسان، در واقع از خوی انسانی و بشری هیچ نتیجه نگرفتن، دست به تدوین قوانین بسیار وحشتناک و جرائم بسیار سنگینی شدن که بتوانن به این ترتیب مردم رو به عبرت وادار بکنن. و از جمله اون مجازات های سنگین همون اعدام در ملأ عام و آویزان کردن پیکرهای اعدام شدگان به درخت‌های خیابان‌ها بود که می‌گذاشتن تا پرندگان بیایند و این در حقیقت پیکرها رو ازش استفاده کنند به عنوان خوراکشون. به هر حال مسئله این هستش که از طرف دیگر هم دادستان کل کشور گفته که دستگاه قضایی در برخورد با عوامل اصلی وقایع اخیر هیچ خط قرمزی نخواهد داشت. نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان که طبیعی است دیدگاه‌های بازجویان و شکنجه‌گران دستگاه ولایت مطلقه فقیه رو بازتاب میده، حکم دستگیر شدگان رو بقی
اعدام با طناب و یا محارب اعلام کرده. با توجه به اینکه این فرازهای بقی یا باقی محارب و از این قبیل یا مفسد فی الارض اساساً در ترمینولوژی شرعی وجود داره و نه در ترمینولوژی حقوق و مجازات و آیین دادرسی کیفری یک نظام دموکراتیک، و با توجه به تهدیدهایی هم که اعلام شده و وعده مجازات‌های سنگین و سخت برای بازداشت شدگان، نگرانی مضاعف در بین مردم، خانواده‌ها و نهادهای حقوق بشری افزایش پیدا کرده. و با توجه به این که بر اساس همون قانون مجازات حکومت اسلامی بعد از بازداشت ماموران در واقع ضابطین دادگستری و اون اماکنی که این افراد بازداشت شدن قانوناً مسئولیت اطلاع رسانی بازداشت شدگان به خانواده هاشون رو دارن که تا کنون این ضابطین دادگستری از این مسئولیت سرباز زدن. و از طرف دیگر ما میدونیم که اعتراض مدنی به نسبت به تصمیمات حاکمان اساساً یک امر پذیرفته شده در بیشتر کشورهای جهان هست که قرار نیست که گروه معدودی تصمیم بگیرن و هیچ نگاه انتقادی به این تصمیمات اونها وجود نداشته باشه. مردم با نگاه‌ها و تحلیل‌های مختلف خودشون این حق رو دارن که نسبت به تصمیمات مسئولین خودشون انتقاد بکنن و یا حتی اعتراضشون رو بلند بیان بکنن. اما بستری که باید برای بیان این اعتراض وجود داشته باشه و یا به بیان مسئولین از جمله بستر قانونی بیان اعتراضات ببینیم کجا هست. ببینید دوستان، به موجب اصل 26 قانون اساسی احزاب و گروه ها آزاد هستند. اصل 27 اساساً تصریح میکنه که هر گونه تجمع راهپیمایی آزاد هست. بنابراین قانوناً این موضوع مشکلی درش وجود نداره و این محدودیت هایی که بر شهروندان اعمال میشه 100% برخلاف قانون اساسی و این دو اصل مندرج در این قانون هستش. اصل 27 قانون اساسی اجازه داده که هر نوع راهپیمایی به شرطی که با سلاح و مخل مبانی اسلامی نباشه آزاده، و این در حالی هستش که تمام راه‌ها رو اینها بستن به روی مردم، اون هم با توجه به نص اصل 27 قانون اساسی، اگرچه به هر شکل این چند سال در واقع 14 این اجازه رو به مردم عملا ندادن و هر اعتراضی رو تبدیل به تقابل کردن. در حقیقت همین قانون موجب شده که وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی به این مرحله برسه. و این رو باید در نظر بگیریم که همه تجمعات در آغاز جنبه انتقادی دارن و اگر طرف مقابل نیروی رو نیاره برای تقابل با این اعتراض کنندگان، طبیعتاً کار مشکل نمیشه. و از این بیشتر میتونم اینطور عرض کنم که در ایران مکانی وجود نداره که مردم در اونجا حرف خودشون رو بزنن و اعتراض بکنن، در حالی که این حق اعتراض حق طبیعی مردم هستش. با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای در یکی از این گفتارهاش اعلام کرده که مردم از طریق قانونی اعتراض کنند، خب مردم بر اساس همون اصل 27 قانون اساسی خود این نظام به در حقیقت به خیابان‌ها اومدن و علاز ظاهر به افزایش نرخ بنزین، ولی اساساً بر در واقع خواسته این مردمان در ایران
در حقیقت گذار کامل از این رژیم سفاک و جنایتکار هست. البته در جای دیگری ایشون اعتراض کنندگان رو اغتشاشگر و اشرار خونده و این در حالی هستش که اینها اعمالشون در حقیقت از مصادیق روشن و مسلمه اشرار هست و تفاوتی هم نمی کنه که در چه لباس و مقامی باشن. از طرف دیگر اگر این اعتراضات رو با از منظر جامعه بخوایم نسبت بهش بررسی بکنیم، ببینیم که افراد جامعه هم گروه های مختلفی هستند و هنگامی که یک موضوعی پیش میاد طبیعیه که باید مورد نقد و گفتگو واقع بشه. وقتی همه راه های ارتباطی ایرانیان با جهان خارج رو وسیله اینترنت میبندن، افراد جامعه رو در روی هم قرار میگیرن و زخمی بر پیکر جامعه زده میشه که به وسیله تاریخ رخدادهای آبان 98، دی ماه 96، تیر ماه 78 و سال 88 ثبت و ماندگار میشه. و از اینها که بگذریم باز برمیگردیم به مواد قانونی. اینجا باید استناد کنم به قانون احزاب به ویژه ماده 10 که اونجا هم اعلام میکنه هر نوع تجمعی منوط به اجازه وزارت کشور هست، که اگرچه این برخلاف قانون اساسی و همون دو اصلی هست، به ویژه اصل 27 هست که من پیش از این عرض کردم خدمتتون. و در واقع در این ماده 10 قانون احزاب محدودیتی رو ایجاد کرده که موجب این رخدادها شده و این در شرایطی هستش که طی 20 سال گذشته وزارت کشور حتی برای یک نمونه اجازه تجمع گروه یا سازمانی رو برای برگزاری تجمع صادر نکرده. از طرف دیگر امکان تأمین امنیت توسط نیروهای انتظامی وجود نداره و به همین جهت هست که مقاومت میشه برای هر دو سو. با توجه به اینکه بر اساس قانون وظیفه اساسی نیروهای انتظامی برقراری و حفظ نظم و امنیت جامعه هست و به طریق اولا میتونه امنیت در زد و خورد یا تخریب رو برقرار بکنه و بیشتر از این میتونم اینطور بگم که دولت که ناتوان نیست، زمانی که در شرایط زد و خورد دولت میتونه اون رو کنترل بکنه، چطوری هست که در راهپیمایی نمیتونه این راهپیمایی مسالمت آمیزی رو که مردم برگزار میکردن رو کنترل بکنه؟ در حقیقت نوع نگاهی که در حال حاضر این نظام و در حقیقت سه قوه‌ای که در اونجا هستن وجود نسبت به مردم و بازداشت شدگان وجود داره، یک نگاه مجرمانه است و ما نمیدونیم در حقیقت بازداشتی ها رو کجا میبرن و از نابختیاری 4 دهه هست که رویه به همین شکله و در ایران اینگونه با مردم در حقیقت محق دریافت حقوقشون برخورد میشه. و بر همین اساس هستش که استدلالی که دیوان عدالت اداری در خصوص اصلهای 26 و 27 قانون اساسی هفته گذشته کرده بوده در رابطه با اعتراض کنندگان اساساً استدلال حقوقی نبوده و در واقع استدلال هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وجهه سیاسیش غالب بر وجهه حقوقی اون بوده و این در شرایطی هست که وجهه حقوقی این مسئله دقیقا همون قانون اساسی است که یک میثاق عالی است و قدرت نهادهای مختلف نشأت گرفته از همین قانون اساسی هست. همون قانون به شهروندان این جامعه اجازه اجتماع داده هر نهاد و مرجعی که در واقع
این اصل قانون اساسی رو محدود بکنه، اصل قانونی رو نادیده گرفته. و در حقیقت ما میبینیم که همه اصول قانون اساسی از اعتبار برابر برخوردار هستند و سازمان‌های مختلف بنا به سلیقه خودشون نمیتونن نسبت به این اصول استدلال بکنن. با توجه به اینکه صراحت قانون اساسی در به رسمیت شناختن کنش‌های اعتراضی طی 4 دهه گذشته، در واقع این قبیل کنش‌ها عملاً و توسط نظام حاکم به رسمیت شناخته نشده، در حقیقت هیچگاه نتوانستند بپذیرند که مردم این حق رو دارند که به موجب قانون اعتراضشون رو بلند در سطح خیابان‌ها اعلام بکنن، با توجه به اینکه همونطور که عرض کردم مکان ویژه‌ای وجود نداره برای مردم. از طرف دیگر یکی از مهمترین دلایل این رخدادهای تلخ همون فرهنگ تحزبه. ببینید دوستان، در کشور ما تا کنون احزاب سیاسی توسط رژیم اسلامی فاقد جایگاه حقوقی و سیاسی بودند. اگر تحزب در ایران به موجب قانون نهادینه شده بود، اعتراض‌ها و نارضایتی‌ها از کانال و وسیله احزاب به اطلاع نظام می‌رسید. در حقیقت احزاب معترض به موجب قانون از وزارت کشور می‌تونستن مجوز برپایی راهپیمایی رو دریافت بکنن و وزارت کشور هم مسئولیت تجویز و صدور اجازه رو داشت. و از طرف دیگر دستگاه‌های امنیتی و انتظامی هم در اون شرایط امنیت راهپیمایی‌ها و تظاهرات رو تأمین می‌کردند. بنابراین نهادینه شدن احزاب در این روند و مسیر و کیفیت اعتراض‌ها و تجمعات اساساً نقش بسزایی به حیث حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایفا می‌کنه. بیشتر از این میخوام بگم که فاصله به غیر از فقدان وجود احزاب، فاصله ساختارهایی هم که در ایران موجود است از یکدیگه بسیار زیاده. به این معنا که مثلا ساختار انتخابات با ساختار احزاب کاملا ناسازگاری و ناهمخوانی داره. ساختار انتخاباتی غیر حزبی، کهنه و سنتیه و اساساً با استانداردهای جهانی، یعنی قوانین و اسناد بین المللی و حاکمیت دموکراتیک همخوانی و سازگاری نداره. در نظام انتخاباتی اسلامی احزاب فاقد جایگاه و اعتبارند. فارغ از اهمیت تعصب در کانالیزه کردن اعتراض‌ها، مسئله مهم دیگری که وجود داره نوع نگاه در حقیقت و برخوردی که با معترضان و اعتراض کنندگان دارن، نگاهی مجرمانه هستش و بر این اساس انسداد دریچه اعتراض هیچگاه نمیتونه راه حل باشه، بلکه یک عارضه‌ای هستش که بر پیکر جامعه وارد میشه و هیچ نظامی با محکوم کردن اعتراض و اعتراض کنندگان و مسدود کردن دریچه اعتراض و انتقاد به فربهی و توسعه دست پیدا نخواهد کرد. در حقیقت میشه اینطور گفت که بخوایم از منظر حقوق بین الملل حتی نگاه بکنیم، آزادی اجتماعات به عنوان یک حق در واقع عمری فراتر از 200 سال داره و اگرچه به صراحت در قانون شهروندی فرانسه در سال 1789 درج نشده، اما دو سال بعد از اون، یعنی در سال 1789 در واقع بعد از دو سال، در نخستین اصلاحیه
قانون اساسی ایالات متحده در خصوص آزادی قلم و آزادی بیان به صراحت اومده و همه 6 کشوری که پیش از مائه 20 قانون اساسی داشتند مثل آرژانتین، بلژیک، نروژ، لوکزامبورگ، سوئیس و امریکا در قانون اساسی خودشون آزادی اجتماعات رو به رسمیت شناختن. در اسناد جهانی حق تشکیل اجتماعات به روشنی پیش بینی شده و به موجب ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوبه 1948 اعلام کرده که هر کسی حق داره آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت آمیز رو تشکیل بده، هیچ کس رو نمیشه مجبور به شرکت در اجتماعی کرد. و از این بیشتر میتونم عرض کنم که ماده 21 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوبه 1966 هم حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز رو به رسمیت شناخته. در حقیقت اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمیتونه باشه جز اون چه که در قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا برای اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران اگر ضرورت داشته باشه این رو در قانون درج خواهند کرد. و یا اصل 7 اصلاحیه 1791 ایالات متحده امریکا هستش که به عنوان نخستین منشور قانونی پیش بینی کننده یه حق برگزاری اجتماعات به رسمیت شناخته شده. و از این بیشتر بر مبنای اصل 2 تعهدات حکومت درباره حق اعتراض با صراحت اعلام کرده که حکومت ها وظیفه دارن که حق اعتراض رو محترم بدونن و در حقیقت این رو در حدی که قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز دونسته تلقی بکنن و نباید از حق اعتراض جلوگیری به عمل بیاد و یا مانع محدود شدن اون بشن. و در جای دیگری حتی اعلام میکنه که حکومت ها موظفن از حق اعتراض حمایت بکنن. اونها باید برای حمایت از کسانی که میخوان از حق خودشون به اعتراض استفاده بکنن گام‌های لازم رو بردارن، از جمله اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تعرض توسط اشخاص ثالث رو حتما باید رعایت بکنن و از این بیشتر حق اعتراض رو کاملا تأمین بکنن. منظورشون این هستش که باید محیط مناسبی رو برای استفاده از حق اعتراض ایجاد بکنن. برای نمونه مثلا در همین سوئد وقتی که به هر حال هر سازمان و حزب و جمعیتی نسبت به عملکرد دولت یا تصمیمی که دولت گرفته اعتراض دارن، وقتی که از وزارت کشور و پلیس مجوز برگزاری این اجتماعات رو میگیرن، بر اساس مکانی که همین وزارتخونه اعلام میکنه محدودش، گستره اون و ساعات و همه اینها رو برای اعتراض کنندگان در نظر میگیره و حتی پلیس همراه این اعتراض کنندگان سعی در حفظ نظم و تأمین امنیت جانی و مالی و همه گونه این اعتراض کنندگان رو داره. و از این بیشتر در قانون در واقع این منشور اعلام میکنه که حکومت ها باید در قانون اساسی خودشون و دیگر قوانین داخلی بر طبق قوانین بین المللی حقوق بشر که در حقیقت قوانین تفکیک ناپذیر به هم پیوسته و وابسته حقوق بشر هست رو در نظر بگیرن و حق اعتراض رو در اون نه تنها منظور کرده به رسمیت بشناسن و
به مرحله اجرا بگذارن که این حقوقی رو که اعلام کرده، یکیش حق آزادی بیانه، آزادی جستجو، دریافت، انتقال اطلاعات و افکار از هر نوع. بنابراین حتی در نسبت به این بند هم بخواهیم اعتراضات مردم در ایران رو تفسیر و تحلیل بکنیم، میبینیم که حرکتی که دولت اسلامی انجام داده 100% و به طور غیرقانونی مغایر با این بند داره که میگه انتقال اطلاعات به هر شکلی، منظور همین اطلاعات رسانی از طریق تکنیک و تکنولوژی در حال حاضر هست، و همچنین حق آزادی تجمع، در واقع آزادی برای تجمع اختیاری در یک فضا برای یک هدف مطرح شده مشترک، حق آزادی تشکل برای ارتباط با دیگران از جمله تشکیل و نمیدونم پیوستن به اتحادیه‌های کارگری برای دفاع از منافع فردی و جمعی، و اینکه حقوقی که غالبا در جریان سرکوب تظاهرات نقض میشن، به ویژه در حقیقت همون حق زندگی هست، به این شکل که هیچ کس رو نمیشه خودسرانه از زندگی خودش محروم کرد، حق آزادی از شکنجه، رفتارهای غیر انسانی و تحقیرآمیز، حق آزادی و امنیت شخصی که باز اعلام میکنن هیچ کس رو نمیشه خودسرانه دستگیر و بازداشت کرد و هیچ کس رو نمیشه از آزادی او محرومش کرد مگر به دلایل و به موجب آیین دادرسی که توسط قانون تأسیس شده باشه. و به این شکل ما میبینیم که مدیریت حقوقی میتونه پیش از وقوع رفتارهای غیرقانونی مقدم باشه و با تجویز قانون اساسی اصل بر این هستش که برگزاری اجتماعات عمومی و راهپیمایی ها برای اعتراض حق شهروندان و به شکل قانونی هست، اما از این که خطاب اعتراض یک دولت داخلی باشه یا دولت‌های خارجی و مخاطب این اعتراض خواه ایرانی باشه یا غیر ایرانی، بنابراین مراجع مربوطه به ویژه وزارت کشور و نهادهای ذیل اون موظف به اعطای مجوز هستند، مگر اینکه برای عدم تجویز خودشون دلیل حقوقی و محکمه پسند ارائه بدن که مغایر قانون اساسی نباشه و عدم اعطای مجوز موافق قوانین عادی باشه. و این در شرایطی هستش که بیش از 20 سال از وزارت کشور هیچ گونه مجوزی رو صادر نکرده. از این بیشتر میتونم اینطور عرض کنم که مدیریت اعتراض‌های دست جمعی از مرحله تجویز توسط همون مراجع صالح تا مرحله کنترل نحوه برگزاری اعتراض، همه و همه در راستای پیشگیری از وقوع جرم در حین برگزاری باید صورت بگیره و اساساً تأمین امنیت داخلی در مرحله پیش از وقوع جرم عمدتاً بر عهده وزارت کشور هست و در حقیقت قوای قهرآمیز یا ضابطین دادگستری و یا نیروهای انتظامی که حقیقتاً نیروهای سرکوب هستند اساساً حق مداخله ندارن. و از طرف دیگر من میخوام بپردازم به اصل 9 قانون اساسی که این اصل نه تنها ظاهراً تعارضی با مفاهیم آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی نداره، بلکه اونها از یکدیگر تفکیک ناپذیر هستن و وظیفه دولت و ملت حفظ نگهداری و حمایت از اونهاست. اما بحث اساسی در اینه که اگر در شرایط خاص و ویژه‌ای جمع بین آزادی و بقیه اون عناصری که عرض کردم خدمتتون در اصل 9 به وجود نیاد یا در صورت تزاحم بین اونها، برتری با کدوم هستش؟ برخی از حقوقدانان این مفاهیم
آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی رو هم ارز با یکدیگه میدونن و به استناد این اصل اونها رو غیر قابل تفکیک و ادعی هم در صورت تعارض و تضاهم استقلال و تمامیت ارضی کشور رو برتر و مقدم بر آزادی میدونن و به شکل دیگری میتونم اینطور عرض کنم که به زعم اونها باید استقلال و تمامیت ارضی حفظ بشه تا کشور باقی بمونه و بعد از اون میشه آزادی و تأمین اون رو خواستار شد. اما به نظر میرسه که با توجه به تعریف اصل آزادی به عنوان یکی از اصول بنیادین دموکراسی و حق طبیعی بشر توسط حکما و نظریه پردازان علم حقوق که به عمل اومده، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی اساساً هم وزن با اصل آزادی نیستند، چون این مفاهیم بایستی در همه حال در خدمت بشریت، اون هم در جهت تأمین حقوق طبیعی و فطری انسان ها باشه. با توجه به این که در مقدمه قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران میبینیم که اونجا سرشار از فرازها و عبارتهایی در تایید و ستایش آزادیه. برای نمونه در مقدمه اومده که این قانون، یعنی قانون اساسی، تضمینگر نفی هر گونه استبداد فکریه. یا در بند 6 اصل دوم مقدمه اومده که یکی از پایه‌های نظام اسلامی رو در کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت اون قرار میده. و یا محو هر گونه استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی رو اعلام میکنه که اینها درست نیست. در جای دیگری اعلام میکنه که تأمین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در حقیقت در مقام بیان اون هدفهای دولت و تکلیف اون و به نوعی اصل آزادی رو که در حقیقت از همون اصل دوم استخراج کرده به رسمیت میشناسه و مورد تأکید قرار میده. به هر روی با توجه به این چیزهای مواردی رو که عرض کردم، مفهوم اصل آزادی به این شکل هستش که استقلال و تمامیت ارضی و وحدت بایستی در پرتو اصل آزادی تفسیر بشه و در واقع در جستجوی موانع آزادی هر جا که اختلاف و تردیدی در حدود تکالیف اشخاص یا اختیارات گسترده مقام‌های حکومت اسلامی یا اجرای اصول دیگه ایجاد میشه، رو باید اون رو به سود اصل آزادی که بنیادین ترین حق بشری هستش تفسیرش کرد و در حقیقت رعایت و تضمین حقوق و آزادی های اجتماعی که از حقوق مدنی شهروندان هست به نوعی در حقیقت موجبات تقویت و انسجام وحدت ملی و استقلال و تمامیت ارضی کشور رو در پی خواهد داشت. از این بیشتر حکومت اسلامی در ایران بسیاری از این کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، منشور بین‌المللی حقوق بشر، میثاقین بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی رو امضا کرده و خودش رو نسبت به موازین اونها متعهد می‌دونه. پس میبایست قوانین داخلی خودش رو بر اساس اونها تنظیم و هماهنگ بکنه و در حقیقت از اقدامها و اون پیشرفت‌های حقوق بشری مثل فرض می‌کنیم کمیته حقوق بشر، کمیته حقوق اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی رو به نهادهای بین‌المللی گزارش بده. به هر شکل مشکل از اونجایی ناشی میشه که بین برخی از مقررات نظام بین‌المللی حقوق بشر و قوانین جاری در حکومت اسلامی در ایران اساساً تفاوت و مغایرتی
وجود داره که عامل اصلی محکومیت ایران در مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر هستش. پس بنابراین از یک طرف دولت و نظام اسلامی در ایران ما میبینیم که ظاهراً در سال 58 اعلام کردن با رأی ملت تشکیل شده و حکومت رو بر اساس موازین اسلامی در قانون اساسی مصوب کرد که باید کلیه قوانینش به موجب اصل 4 قانون اساسی در انطباق با موازین اسلامی و اینها باشه و ارگانی هم تحت عنوان شورای نگهبان مسئول این انطباق کرد. از طرف دیگر دولت اسلامی بر اساس اصل دوام ملت‌ها در حقوق بین الملل با وجود تغییر حکومت، یعنی از پهلوی به حکومت اسلامی، به حیث موازین بین المللی طبیعتاً باید ادامه دهنده شخصیت حقوقی دولت پیشین باشه که در زمان رژیم گذشته بدون قید و شرط منشور بین المللی حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی رو امضا کرده بوده و بر اجرای مقرراتش هم متعهد شده بوده و این در حالی هستش که حکومت اسلامی همواره از عمل به اون تعهدات خودش نسبت به قوانین، اسناد و کنوانسیون های بین المللی سرباز زده و از طرف دیگر در حقیقت بروز مشکلاتی که برای ایران در مجامع بین المللی حقوق بشر صورت میگیره، ما میبینیم که این مسئله از دیرباز به این شکل بوده، یعنی بعد از بهمن 57 به این سو همواره ما شاهد صدور قطعنامه های سازمان های بین المللی حقوق بشری به ویژه کمیسیون حقوقی بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محکومیت ایران به حیث نقض حقوق بشر هستیم که هر ساله هم این گزارش ها و تداوم نقض حقوق بشر رو با ابراز نگرانی شدیدتر گزارشان ویژه سازمان ملل اعلام می کنند. در واقع مهمترین مواردی که طی این 14 نظام اسلامی به عنوان نقض حقوق بشر توسط این نظام نسبت به مردم انجام گرفته، نقض دموکراسی، خشونت علیه شهروندان، تبعیض نسبت به اقلیت‌های مذهبی، آزار و اذیت بهائیان، شکنجه، اقدامات خودسرانه در بازداشت‌ها، عدم آزادی مطبوعات، نقض آزادی بیان، مجازات اعدام بیش از اندازه و فتوا علیه حتی سلمان رشدی و دیگر مسائلی که به هر حال همگان متوجه هستند. و از اینها گذشته در همین حقوق بشری که در ایران نقض میشه از قبیل قوانین مجازات های خشن و بیرحمانهی که در برداره، تضییع حقوق زنان و در واقع تبعیض بین زن و مرد قائل شدن و به رسمیت نشناختن برخی از فرقه های مذهبی و اعمال تبعیض بین اونها هست و به ویژه تعداد زیاد اعدام ها که با عدم رعایت تأمین شناخته شده بین المللی به وجود اومده، موارد شکنجه، مجازات های با رفتار خشن غیر انسانی و تحقیر کننده از جمله قطع دست، تخلیه چشم، مجازات سنگسار، اعدام ها در ملای عام، همه و همه در واقع عدم رعایت استانداردهای بین المللی در محاکمات و فقدان روند لازم قانونی هست و یکی از اون موارد به حیث حقوقی حق دستگیری به وکیل هستش که قطعا باید در دوران پیش از محاکمه صورت بگیره و این در حالی هستش که وکلای مردمی
در ایران چنین حق ورود به پرونده های به هر حال بازداشت شدگانی که به ویژه فعالیت های مدنی سیاسی داشتن رو ندارن، و از طرف دیگر قاضی باید به عنوان یک شخص ثالث بی‌طرف بین متهم و روند دادرسی عمل کنه که همچین موردی اساساً وجود نداره، زیرا که قضات، بیشتر قضات در ایران دولتی و حکومتی هستن. و از طرف دیگر اهمیت تجارب حرفه‌ای برای انتخاب قضات بسیار مهم هست، با توجه به اینکه ما می‌بینیم که بسیاری از قضات اساساً دانش حقوقی ندارن، صرفاً حوزوی درس خوندن و تمام اون دانش و اندوخته هاشون در حقیقت جنبه فقهی داره و اساساً مغایر با موقعیت و زمان حال حاضر هستش، و مجازات مرگ، موقعیت زن و مرد در ایران که هیچگاه برابر نیست، و بسیاری مسائل دیگر از جمله ازدواج موقت، همون تعدد زوجات، محدودیت سفر و تابعیت زن که به هر حال باید بر اساس اون جای به حیث تابعیت از نظر اقامت و سکونت باید بر اساس خواسته شوهر باشه، و تابعیت به معنای تبعیت کردن از مرد هست که از نابختیاری زنان باید موظف به اعمال این موارد باشن. و از طرف دیگر وجود شمار فراوان زندانی سیاسی هست که ما میبینیم در حال حاضر روز به روزم افزایش پیدا میکنه، به ویژه در هفته گذشته که هیچ آمار دقیقی از بازداشت شدگان و زندانیان وجود نداره. البته در کنار این موارد، هفته گذشته همراه تنی چند از همکاران حقوقدان و وکیل دادگستری و با استناد به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی لاهه، مقررات منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی و دیگر قواعد عامره حقوق بین الملل، حسب اصل صلاحیت قضایی جهانی خواستار تعقیب کیفری مسئولین و مرتکبین جنایت علیه بشریت در تعقیب کیفری مسببان سرکوب و کشتار مردم معترض ایران که به شکل گسترده و سازمان یافته و تمام مصادیق جنایات علیه بشریت رو در پی داره، از دادستان دیوان بین المللی کیفری در لاهه خواستار بررسی فوری و تصمیم مقتضی شدیم. و از اینها گذشته ما می‌بینیم که آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرد که اولا اظهار بسیار نگرانی کرده بود نسبت به وضعیت نقض مداوم و مستمر حقوق بشر در ایران، و اعلام کرد که سازمان‌های امنیتی در ایران از قدرت خشونتبار، کشنده و مسدود کردن اینترنت به طور گسترده علیه تظاهر کنندگان و خواسته های اونها استفاده کرده. البته همونطور که عرض کردم، این شرایط و این گزارش ها در حالی هستش که بر اساس اصل 27 قانون اساسی تجمعات و اعتراضات آزاد و این حق رو برای مردم تضمین کرده. از طرف دیگر موضوعی که مطرح است بی اعتباری حقوق استناد به مأمورم و معذور هست که در حقیقت یکی از ارکان مسئولیت مدنی در واقع فعل زیانباره که در حقوق مدنی ایران تحت عنوان مسئولیت مدنی در اون باره به تفصیل صحبت شده. فعل زیانبار در جهت
تعیین متعهد در واقع جبران خسارت ضروری است، یعنی اون فردی که زیان رو به وجود آورده باید متعهد به جبران خسارت باشه و مسئول جبران در زنجیره اسباب، حالا به هر دلایلی که وجود داشته باشه، شخصی هستش که فعل زیانبار رو انجام داده، که البته به طور سنتی این فعل یقیناً باید تقصیر آمیز باشه. و از طرف دیگر میتونم اینطور عرض کنم که در کنار این مبنای سنتی تقصیر، مبانی دیگه هم وجود داره، مثل نظریه خطر، تضمین و نظریه تعهد ایمنی و اینها. با وجود اینها در یک نکته این نظریه ها اشتراک دارن و اون هم مسئولیت مدنی نیازمند فعل زیانبار هست و بر این اساس در تعیین شخص مسئول قاعده اینه که اساساً شخصی به عنوان مسئول جبران خسارت تعیین میشه که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشه. بنابراین موادی از این قانون مسئولیت مدنی اعلام میکنه که هر کسی بدون مجوز قانونی عمدن یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال و آزادی و حیثیت و شهرت و اینهای دیگری، به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‌ای وارد بکنه که موجب ضرر مادی یا معنوی بشه، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خودش هستش. پس اینها نشون میده که مأمور سرکوبی که میاد و مردم رو سرکوب میکنه با چماق و باتون و بعد هم از فاصله های نزدیک تیراندازی میکنه، مردم رو میکشه، نه تنها مسئولیت مدنی داره که عرض کردم، مسئولیت کیفری هم داره. یعنی در واقع میشه گفتش که این مسئولیت زمانی محقق میشه که اون فرد حین ارتکاب جرم عاقل، بالغ و مختار باشه. مسئولیت کیفری شخصیه و در تحقق جرائم عمدی اضافه بر علم مرتکب موضوع جرم باید قصد او هم در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز بشه، که ما در واقع میبینیم که بر اساس قوانین مدنی و کیفری از یک سو و از طرف دیگر نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی طی هفته گذشته حتی از فراز بام‌های سازمان‌ها به اعتراض کنندگان در شهرها شلیک کردند که تاکنون منتج به جان باختن تعدادی از همین معترضان شده. و از طرف دیگر میتونم اینطور عرض بکنم که حملات مسلحانه به مردم عادی و غیر نظامی که فاقد هر گونه سلاحی اهم از گرم و سرد بودن و به طور مسالمت آمیز و شیوه خشونت پرهیز و به طور مدنی اجتماع کردن، مسئولیت مدنی و کیفری برش مترتب هست و به موجب قانون این نیروهای سرکوبگر قوه قضاییه، ضابطین دادگستری، آمران، عاملان، اجرا کنندگان، همه و همه به طور فردی و شخصی و اون هم بر اساس اصل فردی بودن جرائم و مجازات ها با مسئولیت جبران خسارات و وارده به آسیب دیدگان رو در صورت مصدومیت و یا به بازماندگانشون در صورت فوت بر عهده فاعلان جرم و وارد کنندگان خسارت هستش. و از این بیشتر بر اساس قوانین کیفری و مدنی داخلی که همطور عرض کردم اصل شخصی بودن جرائم و مجازات ها و بر مبنای قوانین و مقررات بین المللی، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم و برگزاری دادگاه نورنبرگ،
این عبارت مأمورم و معذور اساساً فاقد وجاهت قانونی شده و از این بیشتر ماده 15 منشور سازمان ملل متحد حق دفاع مشروع به هنگام حملات مسلحانه رو تضمین کرده. پس ما در واقع با یک نظامی روبرو هستیم که مردم رو سرکوب میکنن، تیراندازی میکنن، ده‌ها تن کشته شدن، اما هیچ آماری وجود نداره که چند تن رو دستگیر کردن و اساساً هیچ گونه اطلاعی هم به خانواده های دستگیر شدگان ندادن که در واقع این هم یکی از مواردی هست که دستگاه قضایی و ضابطین دادگستری به طور غیر قانونی مرتکب شدن و حتی دیروز برای حسن کلام در واقع ختم کلام عرض می کنم، دیروز دادستان تهران به زندان فشافویه رفته و بازداشت شدگان رو دیده و اونها رو تشویق به اعتراف، اقرار و لو دادن معترضان کرده، دیگر معترضانی که هنوز بازداشت نشدن. در حقیقت میتونم اینطور بگویم که حکومت اسلامی بر اساس سیاست انکار و تهدید این سرکوب و کشتارها رو ادامه میده. به هر حال سپاسگزارم از جناب آقای بهبهانی نازنین و متشکر از دوستانی که به این برنامه توجه داشتند.